سلام برای تحول ما محمد نصیر فرز به اتفاق همکارم میزبانی برای ما از فشار بیشتر یاد متحدی آمریکا بر پاکستان تنش میان اسلام و واشنگتن را به اوج رسانده و یک مقدار رویارویی تلویحی بین دو کشور به وجود آمده تازه ترین مورد اظهارات تند و وزیر دفاع پاکستان در قبال آمریکا با بی بی سی انگلیسی که گفتی تعذیرات بر تغییر استراتژی سیاست خارجی آمریکا پاکستان تاثیر نخواهد داشت و پاکستان به هر نوع روی روی با آمریکا آماده است یک نکته که یک مقدار امیدواری،, های جانب افغانستان و کشورهایی که به بنابرای از پاکستان آسی پذیر کمرنگ می سازه ای اولین بار نیست که آمریکا بر پاکستان به این حد تحذیرات یا دقل اما کمک های مالی خود قد می قبل از در 1970 1979 و 1999 تحذیرات اقتصادی بر پاکستان وز شد اما سایه تحولات سیاسی در افغانستان و منطقه تانست تا به نوی تحذیرات را دور بکنه یالت مطید امریکا در زمان جنگ سرد با پاکستان نزدیک شد و یک مقدار پاکش کشید پس کشید از تحذیرات و بعد شام در 2001 در حادثه 11 سپتامبر عین کار شد بعد از اینکه پاکستان سلاحی هستهی خود آزمایش کرد تذیرات اقتصادی سرش باز شد اما حادثه 11 سپتامبر تانست که واشنگتن پاکستان دوباره نزدیک کنه این موضوع یک مقدار دیگه تحلیلگرای سیاسی را بی باور ساخته به که تا چی میزان تظیرات اقتصادی یا قطع کمک های مالی آمریکا بر پاکستان میتونه اثرات مثبت را بر تغییر جهت سیاست خارجی یا پاکستان بر مبارزه علیه افغانی کنترل بکنه و بحث مهم بر افغانستان فشارهای پاکستان بر افغانستان است و عنوان متحد استراتژیک یا متحد آمریکا در منطقه وزیر دفاع پاکستان رئیس سازمان سفارتی پاکستان و لوی دوستیز پاکستان گفت که اگر فشارهای آمریکا به میگونه گونه به پاکستان تشدید پیدا بکنه اوزای امنیتی در افغانستان یک مقدار بی خواهد شد و بعد از اینکه ارگریاس جمهوری است قطع کمک مالی یالت امریکا بر پاکستان استقبال کرد پاکستان بحث مهاجرین هم بسیار جدی گرفت، گرفته و یک سال برای مهاجرین افغان وقت داده تا پاکستان ها ترک بگوید امشب روی دو موضوع میخوایم صحبت بکنیم یکی بحث نتیجه عملی فشار امریکا بر پاکستان و بحث دوم تشدید حملات یا دامنه مانور پاکستان بر افزای امنیتی افغانستان در مهمان که امشب روی موضوعات با ما صحبت خواد کردن جناب دکتر مجیب رحمان رحیمی سخنگوی ریاست اجرای حکومت وحدت ملی افغانستان آقای دکتر عبدالقیوم سجادی عضو مجلس نماینده هاست که میشون روابط بین الملل لحظات بعد با ما خواد پیوستن آقای ادریس رحمانی از ایالات مت، متحده آمریکا اما قبل از اینکه فاز اصلی بحث را با های خود باز بکنیم تکنیکی ما سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و اعداد کننده های افغانستان از طریق ویدیو کانفرانس با ما وصل کردن تا وضعیت مهاجرین، نگرانی های وزارت مهاجرین افغانستان و حکمت افغانستان و در کل دورنمای وضعیت مهاجرین بعد از این تنش را با دنبال بکنیم آقای بلخی بسیار خوش آمدین به بحث ما و سلام با شما سلامت باشین م... سلام و احترام تقدیم میکنم به بیننده های محترم آریانا نیوز سلامت باشیم پرسش نخست خود از نگرانی شما در قبال تصمیم پاکستان می خواهیم ابراز بکنیم این تصمیم تا چی حد شما در تنگنا قرار داد و آمادگی شما چی است در این قبال خب البته پاکستان تعهدی که با ما داشت و در 15 فیبروری 2017 در اجلاس سی ای که ما در پاکستان داشتیم با اونیسیار و پاکستان و افغانستان با حضور نماینده های از وزارت های مختلف پاکستان اونا قول دادن که ما مسائل مهاجرین از مسائل سیاسی جدا میسازیم و فعلا هم اونا که کردن گفتند که ما از وزارت سفرال پاکستان و یونیسیار می که در ارتباط با عودت مهاجرین به کشورشان تدابیر را اتخاذ بکنند و ما امیدوار هستم که در این صحبت ها و مذاکراتی که با یونیسیار صورت می و طبعا دولت افغانستان هم به نحوی در این مسائل دخیل خواهد بود فعلا سفارت ما در پاکستان به صورت فعال این موضوع را دنبال میکنه امیدوار هستیم که مشکلی جدی برای مهاجرین پیش نیاید آقای آقای وزیر اگر از فاز امیدواری برای یک مقدار فرضی پیش بینی عودت مهاجرین یا فشار بیشتر پاکستان بر مهاجرین را هم بخوایم بررسی بکنیم ظاهرا وضعیت سیاسی به گونه ای است که پاکستان متوصل شده به اقدامات فشارگونه بر ایالات مطیری آمریکا و حکومت افغانستان حالا اگر این فشار واقعا منتج به اخراج ماجرین از پاکستان شد و آمادگی شما چی هست خصوص؟ خوب البته ما از امروز صحبت های را شروع کردیم سبا هم یک جلسه داریم با یک تعداد نیادهای ملی افغانستان که زیر برای به هست و نیادهای بین المللی که مرتبطی به مسائل مهاجرت کار میکنند اگر یک وقت احیانا قضیه به سمتی بره که پاکستان یک تصمیم جدی برای اخراج مهاجرین بگیرد و این جای بسیار نگرانی است به خاطر که فصل فصل خوبی نیست فصل سرما است در وضعیت سرمای زمستان و اخراج کردن تعداد کثیری از انسان ها از پاکستان و مهاجرین را به بالاخره به افغانستان بفرستند و طبیعی است که مشکلات زیادی را همراه خواهد داشت و این در واقع میشه گفت که یک نوع تخلف است از تعهداتی که داشتن و همچنین در رابطه با مسائل بشری من فکر میکنم که عواقب را خواهد داشت ولی ما هم کوش میکنیم که آمادگی های خود داشته باشیم وقتی پاکستان به یک تصمیم یک جانبه اگر اقدام بکنه یقینا دولت افغانستان تلاش خواهد کرد که در حدی امکاناتی که داره اطباع خودش را کمک بکنه این ای امکانات چقدر از آقای بلخی بیشتر از یک اشاره چار میلیون ماجر یک بارگی از پاکستان اخراج شد به افغانستان چی فاجعه را به وزارت شما بر حکومت افغانستان متوجه خواهد شد بقب شما من پیشتر برتان گفتم که این اخراج کتلوی یقینا واقعی ناگوار خواهد داشت و من برداشت می است که عودت باید تدریجی باشه باید مرحله بار باشه این تعودات است که پاکستان بار بار به با ما دادن و باز هم ما اصرار ما همی هم خواهد بود مجامع بین المللی هم در این رابطه اصرار خودشان خواهد داشتن که پاکستان نرود و سمت که یک اخراج کتلوی وارد در حد شما در دو هزار و یک توافقنامه سه جانبه با دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در امور پناهنده ها یا اینیسیار شما و پاکستان امضا کردین حالا بود حقوقی یک مقدار تحت شای تنشای سیاسی قرار گرفته تا چی حد تماس های ابتدایی شما به جانب پاکستان و نمایندی های سازمان ملل متحد یک مقدار موثر و خوشبینانه بوده برای پا پس کشیدن پاکستان از این تصمیم مهمی فیصله پاکستان که یونوشتی را دخیل ساخته با وزارت سفران پاکستان که هر دوتا مشترک تصمیم بگیره در ارتباط با برگرداندن مهاجرین و پناهنده از پاکستان باوریم ای است که باز پاکستان پایمان خواهد ساخت به این که را که داره به تعهدات عمل بکنند آخرین پرسش قضیه عودت اجباری مهاجرین تا یک ماه یک فاجعه بسیار بزرگ و یک نقطه استراری است آیا ای مسئله با رئیس جمهور در میان گذاشته شده و رئیس جمهور در ارتباط به این کدام جلسه استراری یا تدابیر پیش بینی کرده یا نه تنها برمیگرده به تصمیم و تماس های شخصی شما ما این موضوع را گفتم برایتان که از این روز ما صحبت های را آغاز کردیم و قرار است که در رابطه با موضوعات مشخصی صحبت بکنیم و امروز البته با خود مستقیما شخصا با رئیس صاحب اجرایه در این رابطه من صحبت داشتم و چون بیشتر مسائل اجرایی و اینا مربوط به رئیس صاحب اجرایه میشن و ما در دا نظر داریم که یک پلانی را و طرح را آماده بسازیم تا یه سه چهار روز آینده و بعد با یک طرح آماده شده بشینیم از رئیس جمهور نظرات شما داشته باشیم و هدایت بگیریم در ارتباط با اقدام های بعدی بسیار زیاد شکار جناب وزیر یک دنیا ممنون سعید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عبدت کننده ها بود که در ارتباط با تدابیرشان در قبال تصمیم پاکستان مبنی برای اخراج اجباری پناهنده های افغان در پاکستان تا یک ماه آینده صحبت میکردن خوش آمدید میگم شما را جناب دکتور و بس و پرسش خود خودش از فاز عملی تنش به وجود آمده پاکستان و آمریکا و تاثیرش بر افغانستان میخوایم آغاز بکنیم یک بودش هم بس ماجرین بود اباد گسترده تر دیگه هم در ارتباط با ثبات داره چیزایی که میتونه نگرانزا باشه بر افغانستان بخاطر شما چی هست بنام خدا و با عرض سلام اجازه بدین بحث از شروع بکنم که تصمیم اخیر اداره جدید ایالات متحده آمریکا چی در مرحله اعلان استراتژی جنوب آسیا و افغانستان چی در مرحله اعلان استراتژی امنیت ملی امریکا و چی در توییت سال نو رئیس جمهور و بعد هم ابراز نظرها و موزگیری های مقامات ایالات متحده امریکا در وزارت دفاع و وزارت خارجه بر افغانستان و بر دایه افغانستان در امر مبارزه با تروریزم یک خبر خوش بود گمت افغانستان از این اقدام حمایت کرد و حمایت میکنیم توقع می رفت که پاکستانی ها در مرحله اول استراتژی جدید که بیشتر استوار بر ترغیب و فشار سیاسی بود پاسخ بدن و همکاری بکنن در امر مبارزه با تروریسم و ریشکن ساختن پایگاه های تروریست متاسفانه شاهدی بودیم که در ماهای های اخیر پاکستانی ها گام های عملی نبرداشتن مذاکرات بین حکومت افغانستان با حضور دوستای بین المللی صورت گرفت بحث روی میکانیزم ها و همچنان کمیته های مشترک در سطوح مختلف جریان داشت یک یادداشت و تفاهم های هم در مورد بین دو کشور بین دو کشور و مقامات تبادله شد ولی پاکستانی عملا اقدام برای از بین بردن پایگاه ها و تعهدات نبرداشتن گام بعدی که از طرف ایالات متحده آمریکا در روزهای اخیر شاهد استیم آغاز مرحله دوم یا اعمال فشارهای عملی است و امیدوار هستیم که امریکایی ها و دوستای بین المللی ما با استفاده از ابزار و امکاناتی که در اختیار دارن پاکستان را مجبور بسازن یا وادار بکنن که در امر مبارزه با تروریسم اولا همکاری بکنه طبعا عملی ساختن استراتژی جدید و اعمال فشار بالای پاکستان پیامدهای در ابعاد مختلف بالای افغانستان داره موضوع مهاجرین رو شما به اشاره کردین شاید بحث دوم بحث‌های اقتصادی باشه پاکستانی ها در بخش ترانزیت و داد و اعمال فشار بکنن و همچنان افزایش احتمالی حملات تروریستی و هدفمند اما وقت جامعه جهانی و دوستای بین المللی ما و حکومت افغانستان مصمم هستند که بر مالجی عامل اصلی تروریسم و بحران در افغانستان گام بردارن حکومت افغانستان آماده است که طبعا این پیامدها را در مراحل مختلف به استقبالش برد. میزان تاثیرگذاری فشار پاکستان بر افغانستان یک مقدار اه اه کوتاه مدت و آنی است در افغانستان تا میزان تاثیرگذاری امریکا آمریکا بر پاکستان زیرا دو مقام ارشد نظامی پاکستان آقای خرم وزیر دفاع و لوی درستیز پاکستان گفتن که تحضیرات نمیتونه اونا را تغییر است جد بتد از سیاست خارجیشان و یک مقدار هم سر اف... افغانستان تاثیر جدیتر خواهد داشت مثلا در بوده ثبات حالا چیزی ره که انتظار میره که فشارهای بعدی باشه و تدابیر که شما در تفاهم با جامعه بین این ولی میخواین بگیرین روی از او است؟ کدام اقدامات میتوند زود انگام از جانب شما صورت فشارها بیشتر از طرف ایالات متحده آمریکا و دوستان بین المللی صورت میگیره ما در افغانستان اعلان کردیم که استراتژی جدید و حوادثی که شکل گرفته میتونه یک فرصت تازه برای همکاری باشه از پاکستانیا خواستیم که هنوز هم ناوقت نشده میشه با هم همکاری بکنیم تروریزم نه تنها تهدید و مشکل بر افغانستان بلکه بر پاکستان و در کل بر منطقه است از پاکستانیا تقاضای مایی بود که استفاده از تروریسم را به عنوان ابزار برای تحقق سیاست خارجی کنار بگذارن و همچنان استفاده از است، تروریسم را برای اعمال فشار در رقابت های منطقی کنار بگذارن تروریست ها در مجموع یا جریان های رادیکال ضد دولت ها و حکومت ها و ضد ثبات و همگرایی منطقی و بالاخره توسعه منطقی است این خواست حکومت افغانستان بود و هنوز هم مایی خواست را داره در موردی که دوستان بین المللی ما و به ویژه ایالات متحده آمریکا از چی راهکارها و از چی گزینه های برای وادار ساختن پاکستان به همکاری استفاده میکنن بس جامعه بین یک بس تقریبا تیر برآمد از کمان است حالا انتظاراتی که شما دارین میزان تشدید فشار پاکستان و احتمال بحران که بتونه بر افغانستان در بود امنیتی ایجاد کنه چقدر میتونه شما رو با ما چالش مواجه بسازه و بر چی تدابیر دارین شما حکومت ما ام، نقطه اخیر صحبت ما تکمیل بکنم ما توقع داریم که باید از تمام گزینه ها برای وادار کردن پاکستان استفاده شود اما این گزینه ها چی می باشه و چگونه زمان به این پاسخ خود داد در سفری که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا داشت و در بحثایی که در کاخ سفید با مشاور امنیتی ملی با معاون رئیس جمهور و در وزارت دفاع مطرح شد و در برخی جلسات من شخصا حضور داشتم پیام بسیار واضح و روشن بود که پاکستان میخوان که یک دولت یاغی و باقی باشن یا میخوان که همکاری بکنن اگر همکاری نکنن ما پاکستان را وادار به با همکاری میسازیم با استفاده از تمام ابزار و امکاناتی که در اختیار داریم یک نقطه را باید توجه بکنیم که سیاست ایالات متحده آمریکا در اداره جدید جمهوری خواه یک تغییر جدی داره با سیاستی که در دوره آقای اوباما در قبال افغانستان و منطقه و پاکستان دنبال می شد نقطه دومی را هم که بیشتر متوجه شدم حضور پررنگ نظامی هست که در افغانستان خدمت کردند و اکنون در مقام های عالی تصمیم گیری در حالت متحده آمریکا حضور دارند اینا واقعا به قضای افغانستان علاقمند هستند میخوان قربانی هایی که ارتش ایالات متحده امریکا و خدماتی که اینا در افغانستان انجام دادن زایه را و به او اساس برداشت ای بود که این بار در ایمال فشار برای پاکستان این را درک کردند که پاکستانی ها بازی دوگانه میکنن بازی های تکتیکی میکنن زمان کشی میکنن و پیامشان بود که بعد از ما با پاکستان اجازه نمیتیم که اون بازی دوگانه را با فریب و با خدانج ادامه بده پایگاه های توریستی طبعا با حضور اطلاعاتی که ایالات متحده و دوستان دارن برایشان مشخص است که در پاکستان وجود داره در مورد سوالتان که ما با چی چالش های روبرو خواد شدیم ما فعلا در حالت جنگ هستیم ما با ای تمام این چالش ها دست و پنجه نرم میکنیم اتکای افغانستان بالای پاکستان از نگاه اقتصادی و از نگاه تجارت و بندر کراچی کاهش پیدا کرده ما در مرحله سالهای قبل دو بوده دو بوده دیگه هم زمان وجود داره پاکستانی عملا طبعا از تروریست های حمایت میکنن از عملیات هدفمند و سازمان یافته در افغانستان پشتیبانی میکنن پشت تمام توطئه ها و دسیسه ها حضور دارن این یک عنصر برای نگرانی در افغانستان نیست نیروهای ما امنیت ملی و قوای مسله ما حکومت ما با تمام توان در برابر چالش ها در حال مبارزه با تلاش شما سنجش دامنه مانور آمریکا یک مقدار بر نمیگرده بر اوضاع افغانستان تا چی میزان اوضاع تحت کنترل خواهد بود بلکه ترامپ و جمهوری ها بیشتر بر حوزه منافع درازمدت آمریکا در افغانستان سرمایه گذاری میکنه حالا این تنش تا چی حد میتونه ما را با چالش مواجه بسازه بیشتر از یک اشاره میلیون پناهنده در پاکستان موضوع اقتصاد و تشدید دامنه مانور امنیتی در افغانستان چالش است که حکومت افغانستان باید بر او پاسخگو باشه یک وقفه دوباره خوش آمدین بحث میزان تاثیرگذاری دامنه مانور آمریکا بر پاکستان و نتیجهش که میتونه ثبات بخش باشه بر افغانستان و تنش به وجود آمده اسلام آباد واشنگتن و تاثیرش بر وضعیت امنیتی و اقتصادی و بحث ماجرین افغانستان خوش آمدید میگم جناب دکتر سیب قیم سجادی هم در بحث و پرسیزی نقطه آغاز میکنیم که این تنشات تا چی حد میتونه واقعی باشه بر پاکستان قبل از این در 1970 در 1979 و, و در 1999 عین تنش بین اسلام آباد واشنگتن به وجود آمده بود و اوزای افغانستان تانست یک مقدار رو مهار کنه آیا آمریکایی ها واقعا در صدازی هستند که پاکستان تحت فشار قرار بدن یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما و محترم حضور خواهیم میکنم از بابت تاخیر گاهی بیشتر بحث روی این متمرکز میشه که تاثیرات موضع جدید ایالات متحده آمریکا در برابر پاکستان چیه ولی فکر میکنم سوال اساسی تر سوال یک شما مطرح کردید یعنی اینکه ما زمانی میتونیم از تاثیرات سیاست آمریکا در قبال پاکستان صحبت بکنیم که فرض را بر جدی بودن سیاست بدانیم در بود اعلانی خب سیاست بر حال سیاست خارجی آمریکایی اینه که پاکستان باید تحت فشار بیشتر قرار بگیره فشارهای اقتصادی حداقل به عنوان گام آغازین جهت وادار نمودن پاکستان را به تغییر موقفشان در بحث مبارزه با تروریسم اما در بادی عملی واقعا هنوز شک و تردیدهای وجود داره ما در گذشته هم البته نه در این حدی که امروزه به صورت رسمی ایالات متحده آمریکا بحث تعلیق کمک های خودشان رو مطرح میکنه و حتی طرح بازپسگیری کمک های گذشته رو سخنش به میان آمده در گذشته هم شاهد ای بودیم حداقل از یک سال قبل به این طرف که ایالات متحده آمریکا بارها از عدم همکاری پاکستان در بحث بارزه با تروریسم در افغانستان اظهار ناخرسندی کرد و پاکستان رو تشویق میکرد کرد ای که در بحث بارزه با تروریسم موقف خودشان تغییر بده اما متاسفانه اقدامات عملی رو ما در این راستا شاهد نبودیم فکر میکنم این بار یک کمی قضیه متفاوت از گذشته هست و آن اینکه نه یک بار یا یک تن از مقامات رسمی کاخ سفید بلکه علاوه بر رئیس جمهور در واقع سخنگوی وزارت خارجه کشور ایالات متحده آمریکا و همچنین برخی از سناتورهای آمریکایی این بحث رو مطرح کردند که به حال فشارها بر پاکستان باید اعمال بشه ما باوریم ایست که دو مسئله ای گمانه را قوی میسازه برای بر ای که سیاست مالی ایالات متحده آمریکا هم متناسب با همین سیاست اعلانیش ادامه پیدا بکنه یعنی عملی شود این تهدیدات یا محدودیت ها و تعذیرات اقتصادی یک بس این که ایالات متحده آمریکا بر حال پس از استراتژی جدیدی که ترامپ اعلام کرد یک نوع بازگشت مجدد را به عرصه نظامی و امنیتی افغانستان از خود به نمایش گذاشت از زیاد نیروهای آمریکایی به افغانستان و همچنین اعلام این که حال جنگ با تمام کسانی که امنیت را در افغانستان به مخاطره میاندازند اندازند یا نیروهای بین المللی مورد هدف قرار میدن به صورت جدی ادامه پیدا خواهد کرد چیزی که در گذشته وجود نداشت در گذشته شما شایدی بودید که نوع تفکیک بین طالبان و گروپ های دیگر صورت می گرفت این یک نشانه است از این که امیدوار بود به اینکه این سیاست در عرصه عملی هم تحقق پیدا بکنه بحث دوم هم برمیگردد به در واقع اعمال فشارهایی که از سوی افکار عمومی شهروندان آمریکایی و متحدین ایالات متحده آمریکا متوجه سیاست جنگی ایالات متحده آمریکا در افغانستان هست پس از 15 16 سال حضور ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو ناتو در افغانستان این جنگ تبدیل شد به طولانی ترین جنگ و نبردی که به تدریج باید آمریکایا و مجموعه کشورهای عضو ناتو باید بپذیرند شکست خودشان را در افغانستان و پذیریش این مسئله برای اونها به لحاظ حیثیتی و به لحاظ قطبندی جدیدی که به لحاظ نظامی و امنیتی در مناسبات بین المللی و منطقه‌ای به وجود آمده شکل می‌گیره یک تاوان بسیار بزرگی را روی دوش ایالات متحده آمریکا خواهد گذاشت با توجه به این دو نکته به نظر می‌رسد این بار ایالات متحده آمریکا راهی ندارد جز این که برای بردن این جنگ و برای اقناع افکار عمومی جهانی و برای تثبیت هژمونی جهانی و سیادت نظامی و امنیتیشان در منطقه ناگزیر باید پاکستان را مجاب بسازد. یک ریسک پذیر بر آمریکا هم وجود داره. محیط امنیتی افغانستان. ایران در یک جدال عملی با امریکا هست. روسیه به می ترتیب و پاکستان هم به خودت قدرت استای در جنوب آسیا اگر واردی فاز تنش میشه و تنش هم با روی رو رو روی میکشه یک مقدار مقدوریت رسیدن به هدف امریکا در افغانستان میتونه مشکل بسازه حالا اگر فرضیه را بگیریم به قرینه که شما مطرح کردین که آمریکا با توجه به این قرائن ممکن است که این سیاست را اعمال بکنه و سیاست واقعی باشه آسیب هایی که میتونه بر افغانستان برسه. اگر ما تجربه سوریه و عراق را بخوایم در روی روی, روی رقابت دو کشور کلان در سوریه و همچنین در عراق در افغانستان پیش بینی بکنیم چقدر میتونه دامنه مانور سلبی کشورهای منطقه را نسبت به اوضاع امنیتی افغانستان که آمریکا در گستان بیشتر تر و گستره تر بسازه ببینید یک مسئله در ارتباط با این پرسش شما برمیگرده به اهداف یا اون خواست نهایی که ایالات متحده آمریکا دنبال میکنه در منطقه هدف استراتژیک ایالات متحده آمریکا از اعمال فشار بر پاکستان راندن پاکستان در حاشیه قرار دادن پاکستان نیست یا قطع مناسبات استراتژیک با پاکستان نیست هدف استراتژیک ایالات متحده آمریکا وادار نمودن پاکستان جهت حرکت در مسیر سیاست های کاخ سفید و ایالات متحده آمریکا یک بودی که این اعمال فشار رو بیشتر ساخته علاوه بر مسائل امنیتی که در افغانستان میگذره همرایی های منطقی یا اطلاف های منطقی است که شکل در حال شکل گیری است و به نوعی در تقابل با منافع ایالات متحده آمریکا در منطقه است همسویی در واقع پاکستان با چین و در نهایت آرام آرام فرسایش شدن بیشتر جنگ افغانستان و ظهور یک ائتلاف منطقه‌ای کار را برای ایالات متحده آمریکا سختتر و دشوارتر خواهد ساخت بنابر این به نظر می‌رسد ایالات متحده آمریکا از این اعمال فشارهای اقتصادی بیشتر در تلاش هست که پاکستان را از همراهی با کشورهای رقیب خودش جلوگیری بکنه و بکشانه در اون مسیری که سیاست های کلان ایالات متحده آمریکا در اون مسیر حرکت میکنه و در نهایت من فکر نمیکنم که اونا تا جایی پیش برن که به نوع ای پاکستان رو بی در دامن چین یا روسیه و مناسبات خودشان رو با پاکستان قطع میکنم که پاکستان هنوز در دامن چین روسیه نفتید؟ ببینید هنوز هم هنوز هم با توجه به او مناسبات عمیق و استراتژیک هم جانبه ای که به لحاظ اقتصادی و حتی نظامی بین ایالات متحده آمریکا و پاکستان وجود داره امکان همراه نمودن پاکستان با ایالات متحده آمریکا وجود داره به خصوص این ادامه ای حکومت پاکستان طبعا منوط به دریافت کمک های اقتصادی غرب ایالات متحده آمریکا است با توجه به مشکلات اقتصادی که در پاکستان وجود داره و از طرف دیگر سیستم امنیتی پاکستان هم در منطقه به گناه های وابستگی جدی به ایالات متحده آمریکا داره و این باعث میشه که پاکستان هم به نوعی به سادگی عبور نکنه از همراهی با ایالات متحده آمریکا با توجه به منافع اقتصادی و امنیتی که داره بسیار تشکر البته برخی چیزها را جناب دکتر پیشتر روشن ساخت ما از بود ترانزیت لاقل با اتکا با, با کشورهای شما شمال افغانستان یک مقدار میزان اتکای بیشتر اقتصادی و ترانزیتی خود پاکستان کمرنگ ساختیم که از او فشار ما از او ما تحت فشار جدی قرار نمی گیریم بس دیگه هم بس جنگ است رویارویی است که پاکستان عملا وارد یک فاز جنگی است اما در کنار از یک نقطه بسیار پذیر بر افغانستان وجود دارد که مهاجرین افغان است بیشتر از یک اشاره چهار میلیون مهاجر در افغانستان و اگر این فاز میره به تناش بیشتر از این میتونه بر افغانستان چالش های جدی را متوجه بسازد حالا امی سنجش میزان نیازمندی ما بر پاکستان تا چی حد است آیا ما هنوز باید روی کرد انطاف بر پاکستان داشته باشیم یا نه بریم با همسوی با امریکا و رویا روی با پاکستان در حوزه در بخش مهاجرین همونطوری که شما اشاره کردین همیش حکومت افغانستان تحت فشار قرار گرفته از طرف کشورهای همسایه در مواقعی که اونها احساس کردن که میتونن از این موضوع انسانی به عنوان یک سیاسی استفاده بکنن این فشار وارد کردن حالا در روزهای اخیر پاکستانی ها همی به حضور مطرح کردن به هر حال افغانستان خانه ای مهاجرون رو بیجا شده است و یک روزی باید برگردن و تا وقت ما در افغانستان صلح و آرامش نمی داشته باشیم به صورت کامل که مهاجرین در بیرون و در کشورها حضور داشته باشن و به با افغانستان بر نگرد. متاسفانه،, متاسفانه همیش حضور مهاجرین در کمپا، زمینی سربازگیری افراطیت و رادیکالیسم را به ضرر افغانستان برای پاکستان به خصوص فراهم ساخته و در کشورهای دیگه هم تجربه تلخ متاسفانه داره حکومت افغانستان آماده پذیرایی مهاجرین بود و هست اما برنامه هایی در از بود که اینا به صورت تدریجی و مرحلهی وارد افغانستان شد ولی اگر شما استقبال کردین از قطع کمک های آمریکا بر پاکستان شما گفتین که ما عملا در جنگ هستیم با پاکستان و هیچ تاثیر بیشتر هم انتظار نداریم بیشتر از این در بود امنیت افغانستان اقتصاد مطرح کردین این نقطه نقطه بسیار جدی است برای افغانستان وزیر ماجرا هم گفت که ما دو چهار یک فاجعه و چالش خاط شده ایم اگر نتونیم بر یک روی کرد مناسب داشته باشیم چقدر میتونه که شما را بیشتر تحت فشار قرار بده یک نقطه ضعفی که شما در دست پاکستان شما اگه دو گزینه را در کنار هم قرار بدین که کدام ایزا و رفع افغانستان است ای که ما با این مشکل برخورد بکنیم یا ای که از فشار و وادار ساختن پاکستان این صراف بتیم طبعا مسئله دوم به نفع افغانستان است در دراز مدت ریشکن ساختن پایگاه های تروریستی در منطقه در پاکستان و وادار ساختن پاکستان برای همکاری از هر طریق ممکن قضیه ماجرین طبعا تابع یک کنونسیون ها و تعهدات دو جانبه و چند جانبه در سطح ملی بین المللی و منطقی هست سازمان های بین المللی در عرصه فعال استن حکومت افغانستان اگر چنین اتفاق شکل بگیره با همکاری نهادها و جامعه بین المللی آمادگی زیر داره که با این قضیه یک برخورد معقول انجام بده اما این تهدید و این فشار ما را نمیتونه از رویارویی با پدیده توریسم برای شکن ساختن پایگاه های ها در پاکستان منصرف بسازه یک فرصت استثنایی بار دیگه فراهم شده و امیدوار هستیم که از این فرصت استفاده خوب شما آماده برگشت ماجرین هستین اگر به شکل گدلوی باشه یا اگر احیانا چنین حادثه شکل بگیره احیانا طبعا حکومت افغانستان دیگه و گزیری جز پرداختن به صورت معقول به قضیه نداره یک واژه در ادبیات نظامی و بعدا یک حد هم در ادبیات سیاسی به نام ستون پنجم هست پاکستانی ها گفته میشه به حد زیاده در اهرم سیاست گذاری و قدرت سیاسی افغانستان از مهرای ستون پنجم داره آیا فکر میکنید که پاکستانی ها از این بابت میتونه مانع کنه یا نه طبعا با توجه به حضور گسترده افغان ها به عنوان مهاجر در پاکستان و دخیل بودن پاکستان در قضای افغانستان و همچنان کشورهای همسایه ای که ای کشورها در درون افغانستان نفوذ دارن یا بعض جاسوس های خود را دارن در این تردیدی وجود نداره اما ای که بحثی را مطرح بکنیم که در درون نظام یا <applause> در فران موقعیت به عنوان ستون پنجم کسایی چون چند شد یک بحث کمی جنجال برانگیز و دشوار است و با مصلحت هم نیست چون باید این موارد اسنادی به وجود وجود داشته باشه توان پاکستانی ها و هر کشوری در مواقع بحرانی از این ابزار استفاده میکنن اما یک نقطه رو توجه داشته باشین که در درون افغانستان در افکار عمومی و در سطح رهبری حکومت برخمه اختلافات و دیدگاه های متفاوتی که وجود دارد، و همچنان در میان اپوزیسیون پارلمان و سایر نهادهای قدرت در افغانستان یک اجماع نظر در مورد پاکستان وجود داره در مورد حمایت پاکستان از تروریسم در موردی که پاکستان پشت القاعده داعش و است دیگه گروه های تروریستی قرار داره به ضرر افغانستان کار میکنه این اجماع و اتحاد یا همبستگی ملی در افغانستان در برخورد با پاکستان طبعا زمینه مانورهای را که شما به اشاره کردین بر پاکستان محدود میسازه حالا بحثی که شما به عنوان یک فرض پیش کشیدین بس استاد شدن در برابر امو آسیب هایی است که ما از بود تروریسم در افغانستان از جان پاکستان میبینیم ظاهرا شما شانه به شانه آمریکا در حوزه سیاست خارجیتان میرین پیش بینی شما در سیاست خارجیان در قبال پاکستان چی است اگر این تنش بین آمریکا و پاکستان اوج میگیره شما هم در برابر پاکستان استاد میشین یا نه ما قبلا در پاسخ به پرسشتون ما تاکید کردم که سیاست خارجی حکومت وحدتی ملی در افغانستان استوار بر همکاری و تنش جدایی در منطقه است ما خانه همکاری با پاکستان و بساری ساری کشور هستیم و خواستایی هم که افغانستان مطرح کرده در عرصه سیاست خارجی خواسته است که به افغانستان به منطقه و به پاکستان است اما پاکستان در این زمینه برخ تلاش‌های تلاش های ما همکاری نکردند طبعا وقتی که حکومت ایالات متحده آمریکا و دوستای بین المللی ما تصمیم می‌گیرند که به خاطر ضربه زدن به توریست ها وارد عمل جان ما با متحدین بین المللی هستیم و او شعار دوران آقای کرزی تکرار نمیشه که آمریکا یا بالای پاکستان عمل کردن ما در کنار پاکستان است. پس شما آماده پاسخ به هر نوع فشار پاکستان و اما آسیب هایی که از جانب پاکستان به شما متوجه میشه آماده گیم در قبال از ببینین ببینید وقتی یک قضیه در سطح ملی و کلان مطرح میشه و منافع ملی یک کشور در قضیه دخیل هست چاره نیست که در جنین مواقع اخب نشست راه حل استادگی رای حل برخورد واقع بینانه با در نظر داشت منافع و مسائل افغانستان با این قضیه است اما هنوز هم یک بار دیگه تکرار میکنم امیدوار که پاکستانی ها سر عقل بیان و در این موارد همکاری بکنن بار دیگه به سیاست وحکشی و تکتیک ها و بازی های دوگانه روی نیاورن بسیار شکر. بسیار شکر. از صحبت های آقای که ما با توجه به یک اصل ناگذاری آماده پذیرش هر فشار و پاسخ هر فشار پاکستان هستیم و حالا عملا در فاز جنگی با پاکستان به گونه اعلام نشده قرار داریم تنها بود آسیب پذیری افغانستان از جانب پاکستان نیست و انتظار ما از تل... نتیجه فشارهای آمریکا بر پاکستان یک مقدار طبعا با نگرانی ها است که آیا این فشارها تداوم پیدا میکنه واقعی است یا نه آمریکا میخواهد دنبال دنبال کنه و حوزه منافع خود را طرف دیگه ما ایران است که با او مشکل داریم طرف دیگه روسیه است با, روسی هست با او مشکل داریم چقدر امو روی سیاست خارجی ما متناسب با حوضهای واقعی و سیاست های واقعی منطقه شکل میگیره تا اوزای منافع کلان آمریکا قبل که شما پاسخ بتین یک وقف کوتا زود دوباره خوش آمدید بفرمایید جمع خب من فکر میکنم که ببینید در محیط تعارضی و ریسک پذیر که افغانستان با, با, پاکستان قرار داره هر نوع احتمال برای پذیرش اعمال فشارهای پاکستان رو ما باید در نظر بگیریم طبعا تعارضات منطقه‌ای با استراتژی یا سیاست جدید ایالات متحده یک طرفی قضیه هست و از طرف دیگر هم چالش های درونی یا اون محظورات و مشکلات و تنگناهای ملی که ما در داخل افغانستان داریم جانب دیگر قضیه است آن چیزی که من فکر میکنم برای سیاست خارجی افغانستان های اهمیت هست فرصت جدیدی است که ایجاد شده است مهم این است که ما از این فرصت جدید چگونه میتوانیم استفاده بکنیم چگونه میتوانیم به حال محیط تعارضی منطقه‌ای را مدیریت بکنیم به سمت همسویی با دیدگاه ها و نقطه نظرات حکومت افغانستان این بستگی به دستگاه دیپلماسی ما دارد ظرفیتی که در دستگاه سیاست خارجی ما وجود دارد گاهی ای برای ما نگران کننده هست برای استفاده کردن از فرصتی به وجود آمده اه، اگر ظرفیت بهرهگیری از فرصت ها وجود می داشت ای برای اولین بار نیست که ما با چنین سخنهایی روبرو میشیم آقای رئیس جمهور غنی بارها اعلام کرد که ما با جنگ اعلام نشده از سوی پاکستان رو به رو هستیم وقتی ما در یک محیط تعارضی با کشور همسایه خود قرار داریم محیط تعارضی محیط به است محیط ریسک پر،, پر از ریسک و خطر هست محیط غیر قابل اعتماد و باور به طرف مقابل هست با توجه به همه اینها ایجاب میکرد و هنوزم ایجاب میکنه که دستگاه سیاست خارجی ما یک استراتژی ملی مدون و تعریف شده را در قبال برخورد با پاکستان روی دست بگیره در تعریف او استراتژی است که باید ما مقدورات و امکانات ملی و محذورات و تنگناهای ملی خود و محذورات ای را باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم احتمال داره پاکستان چی اقداماتی را علیه ما برای اعمال فشار روی دست بگیره احتمال داره در منطقه چی تحولاتی به وجود بیایه که به هر این فرصت رو از ما بیستانه یا بگیره یعنی ما تحلیل و بررسی دقیق تمام این محدودیت ها و محضوراتی که ما در سطح ملی و منطقه ای داریم نیازمند است که ما در تهیه یک استراتژی سیاست خارجی اینا رو دقیق مورد مطالعه قرار بدیم و برای هر یک از اینها راه را, با، را بیش، باید بیش، بیش نظر ما, ما جناب دکتر سبا گفتم که تأثیرات فشار امریکا آمریکا بر پاکستان یک مقدار آنی نیست. پاکستان از نظر مود و ظرفیتش توانمندی ساخت شدن پای خود داره. اما برخلاف افغانستان جدا آسیب پذیر است. حالا اگر یه زنجیروار بخوایم بررسی بکنیم چقدر ما میتونیم با چارش مواجه شیم چیزایی که پاکستان میتونه با ما زرق کنه و وی زرق منفی باشه ببینید شما همیشه وقتی که برای دفع یک تهدید بزرگ میخواهید برنامه‌ریزی بکنید و اقدام بکنید خطر تهدیدات خورتر رو باید بپسیرید منطقی نیست که شما تهدید کلانی که برای شما جز اهداف حیاتی ملی شماست او را مورد توجه قرار بدید به او دست پیدا بکنید و هیچ گونه خطر متوجه خدمتون ارز کنم که نقاط دیگر امنیتی ملی شما نشود دقیقا منطق تقسیم بندی اهداف سیاست خارجی و اولویت بندی همین است اولویت بندی در سیاست خارجی و در دستگاه دیپلماسی آقای یک،, یک نگرانی در وجود داره بس سوریه یک بس جدی است حالا پای روسیه در سوریه و پای آمریکا در روسیه روسیه را تک تک و پارچه پارچه ساخت بس عراق هم به می ترتیب چقدر ممکن است که آمریکا پا به پای منافع ما پیش بره تا منافع کلان که بتونه بدون از اینکه چقدر محاسبه از او بر ارتباط به سرنوشت افغان‌ها یک محاسبه سنجیده شده باشه آسیب برسانه بر ما آیا نگرانی هم وجود داره در کنار از ببینید هیچ چیز قطعی نیست در سیاست به خصوص در مناسبات بین المللی شما بر اساس احتمالات عقلانی تصمیم گیری میکنید احتمال عقلانی فعلا بر اساس تحلیلی که صورت میگیره است که ایالات متحده آمریکا با توجه به اهدافی که در منطقه دنبال میکنه فشارهای خود نسبت پاکستان ادامه بیده آیا این فشارها به نفع شماست و از او استفاده بکنید به نفع شماست یا نه تسلیم فشارهای طرف مقابل و پاکستان شوید و از این فشارها استفاده نکنید طبعا منطقی خواهد بود که از این فشارها باید به نفع منافع ملی ما و اولویت ملی ما که او ختم جنگ و ترور و انتحار در افغانستان است باید استفاده صورت بگیره اما این به سادگی دست نمی آید طبیعی است که طرف مقابل یک سری فشارهای را روی شما اعمال خواهد کرد که ممکن بعض خطرات دیگه را متوجه شما بسازه ولی شما باید بین این خطرات و بینی بد و بدتر باید یکی را انتخاب بکنید و در اهداف ملی باید اولویت بندی بکنید من فکر می کنم که اگر شما توسعه اقتصادی تثبیت موقعیت ملی افغانستان در منطقه و ایجاد ثبات و امنیت رو در کشور در نظر بگیرید هر سه هدفی است که دستگاه دیپلماسی ما باید تعقیب بکنه هم بحث اقتصادی و هم بحث مناسبات منطقه‌ای و هم بحث آوردن امنیت و ثبات در کشور اما در بین اینها امنیت جزئی اهداف حیاتی و فوق العاده مهم برای ماست بنابر این شما ممکن حتی برای رسیدن به اهداف فوق العاده و مهم گاهی مجبور شوید که برخی از اهداف دیگه قربانی شوه شما ممکنه شاهد فشارهای روی مردم افغانستان به لحاظ اقتصادی باشین شما ممکنه بحث مهاجرین که الان بحث شد اینا یک سری را ایجاد بکنه بسیار کوتاه بردو مهمان فرصت حالا چی روی کردای میتونه اما ابزارها و قایده های استفاده جویانی حکومت افغانستان را برای فشار بیشتر بر پاکستان ایجاد بکنه چی پیش بینی باید وجود داشته باشه در دستگاه دیپلماسی از آقای ریمی پاس شما شد حکومت فعلی افغانستان حکومت وحدتی ملی در یه عرصه فعال است یعنی ما چی مثلا؟ تلاش کردیم در قدم نخست که از راه مسالمت‌آمیز و همکاری به یه اهداف دست پیدا بکنیم مذاکرات صورت گرفت رفت و آمدهای صورت گرفت در سطوح مختلف ولی متاسفانه نتایج ملموس در پی نداشت حالا در مرحله تنش هم حکومت آمادگی لازم را داره و ما آماده هستیم که با خطراتی که همونطوری که آقای سجادی اشاره کردن برای بدست آوردن اهداف کلان احتمالا اگر به حکومت پیونده برخورد منطقی و معقول ما در قدم اول تاکید ما تاکید ما روی توافق نظر در مورد برخورد با این مسئله است و برای توافق نظر ما فکر میکنم که این نکته برای ما اهمیت دارد که ما دیگر نباید اسیر برخوردهای خوشبینانه با پاکستان شویم برخوردهای خوشبینانه گذشته تا کنون جواب نداده از این فشارها استفاده بکنیم و افکار عمومی جامعه جهانی را بیشتر برای اعمال فشار فزاینده فزا تر و بیشتر متوجه بکنیم بسیار تشکر از مهمانای ما و تشکر از شما بین عزیز است که بحث ما رو دنبال کردین تا برای بعد خدا نکدر.